درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. دولت کانادا سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کرد و از شهروندان خود خواست که ایران را ترک کنند. سرم تولید آستان قدس رضوی دست کم 10 بیمار تحت دیالیز را از پای درآورد. طاهر نقوی وکیل دادگستری که در اوین زندانی است، در هفتمین روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد. رهبر حزب الله لبنان دو کشور اسرائیل و قبرس را تهدید کرد. شمار گروگان‌های اسرائیلی که ممکن است زنده باشند به کمتر از 50 تن رسیده است. اطلاعات روسیه مدعی شد که واشنگتن به زودی به حمایت خود از زلنسکی پایان خواهد داد. آمار تلفات گرمای بالای 50 درجه در مراسم حج از 1000 تن گذشت. و فعالان محیط زیست روی جت شخصی تیلور سویفت رنگ پاشیدند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز پنجشنبه 20 ماه جون 2024 میلادی برابر است با 31 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. در ادامه فعالیت های انتخاباتی نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، سر رویداد در تیم های مسعود پزشکیان، سعید جلیلی و مصطفی پور محمدی در روز چهارشنبه 30 خرداد ماه مورد توجه قرار گرفت. در کارزار تبلیغاتی پزشکیان، محمد فاضلی مشاور او بعد از درگیری لفظی با کارشناس صدا و سیما میکروفون را پرت کرده و استودیو را ترک کرد. در جبهه تبلیغاتی سعید جلیلی در یک برنامه مخصوص زنان یا دختران نامزدها به جای اعضای زن خانواده او امیر حسین ثابتی شرکت کرد و مصطفی پور محمدی هم دخترش را به عنوان کارشناس اقتصادی همراه خود به تلویزیون آورد. فعالیت‌های تبلیغاتی دیگر نامزدها در روز چهارشنبه چندان خبرساز نبود و باید منتظر دومین مناظره آنها در پنجشنبه شب 31 خرداد ماه ماند که پیش بینی می‌شود با توجه به اظهارات برخی از آنها در برنامه‌های تبلیغاتی میان دو مناظره صریح‌تر برگزار شود. دولت کانادا به شکل رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کرد و از شهروندان خود خواست که ایران را ترک کنند. به دنبال این اقدام دولت کانادا، جاستین ترودو نخست وزیر این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سپاه از این پس در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا قرار دارد. به نوشته خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن این تصمیم کانادا گفت این اقدام مشمئز کننده هیچ تأثیری در تولید قدرت مشروع و بازدارنده و افزایش سطح و دامنه اقتدار سپاه ندارد و یافتند که حقوق خود را در پاسخ متناسب و متقابل محفوظ می‌دانیم. رئیس انجمن نفرولوژی ایران اعلام کرده که سرم‌های تزریقی تولید شرکت دارویی سامن وابسته به آستان قدس رضوی به علت آلودگی به آلومینیوم باعث جانباختن دست کم 10 بیمار تحت دیالیز شده است. بررسی‌های خبرنگاران نشان می‌دهد که توزیع این محلول‌های ویژه دیالیز سپاقی که به آلومینیوم آلوده بودند از دی ماه سال 1402 در ایران آغاز شده و تا اردیبهشت سال 1403 نیز ادامه داشته است. شرکت دارویی سامن وابسته به بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی که سال 1363 با عنوان سرمسازی سامن در مشهد ثبت شد، اکنون تنها تولید کننده محلول‌های دیالیز سپاقی در ایران محسوب می‌شود. روزنامه هم‌میهن در گزارشی نوشت آنطور که رئیس انجمن نفرولوژی ایران اعلام کرده حداقل 10 تن از بیماران با این سرم ها جان خود را از دست دادند. میزان آلودگی محلول دیالیز سپاقی شرکت استامن بسیار بالا و بین 5 تا 10 برابر حد مجاز برآورد شده است. طاهر نقبی وکیل دادگستری که در اوین زندانی است روز چهارشنبه در هفتمین روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد.
خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد که این زندانی سیاسی که برای اعتراض به تداوم بازداشت و بلا تکلیفی دست به اعتصاب قضا زده، در پی وخامت حال جسمانی به بهداری زندان منتقل و کمی بعد از زندان به بیمارستان طالقانی اعزام شد. به نوشته هرانا، پزشکان بیمارستان تشخیص دادند که آقای نقوی را بستری کنند، اما او برای تداوم اعتصاب خود جهت رسیدگی به مطالباتش از این اقدام خودداری کرد و بعد از ساعتی از بیمارستان به زندان ابین بازگردانده شد. به گفته یه منبع، طاهر نقوی که به همراه دو کنشگر آذربایجانی دیگر از روز پنجشنبه 24 خرداد ماه دست به اعتصاب قضا زده، از مصرف داروهای مورد نیازش هم امتناع می کند. طاهر نقوی که وکالت شماری از خانواده های جانباختگان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی را بر عهده داشته، با اتهاماتی از جمله جاسوسی مواجه است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران، در 56 جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با ارائه گزارشی از اعدام زندانیان سیاسی در سالهای 1360 و 1367 در ایران و کشتار بهائیان ایرانی در دهه 60، این دو جنایت را مصداق جنایت علیه بشریت و نسل کشی خواند. جاوید رحمان در گزارش خود تایید کرده که اعدامهای تابستان 1367 با فتوا و تایید روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، و از طریق هیئت 4 نفری مرگ انجام شد. حسین علی نیری، حاکم شهر، مرتضی اشراقی دادستان، ابراهیم رئیسی معاون دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات، 4 عضو هیئت مرگ بودند. بر اساس گزارش جاوید رحمان، تحقیقات او نشان می‌دهد که این هیئت 4 نفره از جمله مصطفی پور محمدی، نامزد فعلی انتخابات ریاست جمهوری، مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شدند. پلیس اسپانیا اعلام کرد که یک فرانسوی تونسی تبار 38 ساله که متهم به سوء قصد علیه الخاندرو ویدال کوادراس، رهبر سابق حزب مردم اسپانیا بود، در هلند بازداشت شد. بر اساس گزارش پلیس اسپانیا، مهراز عیاری 6 مظنونی است که در رابطه با سوء قصد علیه این نماینده راست افراطی اسپانیا در اوایل نوامبر بازداشت شده است. پیشتر یک ونزوئلایی، یک زن بریتانیایی، 2 اسپانیایی و 1 زن هندی در رابطه با پرونده سوء قصد به این سیاستمدار راست افراطی بازداشت شده بودند. الخاندرو ویدال کوادراس، نایب رئیس سابق پارلمان اروپا و بنیانگذار سابق حزب راست افراطی ووکس که به مخالفان حکومت ایران بسیار نزدیک است، تهران را به دست داشتن در این سوء قصد متهم کرد. تجاوز گروهی 3 نوجوان 12 تا 13 ساله به یک دختر 12 ساله یهودی در فرانسه که به دستگیری آنها منجر شده، موجب خشم عمومی و اعتراض گسترده در این کشور شده است. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در واکنش به این حادثه خواستار مبارزه با یهود ستیزی در کشورش شد. در حالی که حزب راست افراطی فرانسه در تلاش است تا با پیروزی در انتخابات زودهنگام پارلمانی این کشور اکثریت را از آن خود کند، صدها تن در پاریس و لیون علیه یهود ستیزی تظاهرات کردند. برادر کنشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه‌های مناسب می‌بریم، کمی روغن اضافه می‌کنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون می‌پاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ می‌کشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب می کنیم و کمی بعد با لذت نوش جان می کنیم.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. رهبر حزب الله لبنان روز چهارشنبه به اسرائیل هشدار داد که اگر جنگ تمام عیاری میان دو طرف شکل بگیرد، هیچ کجای اسرائیل در امان نخواهد ماند. حسن نصرالله همچنین قبرس را که در مجاورت لبنان قرار دارد و از روابط دوستانه با این کشور برخوردار است، متهم کرد که به اسرائیل اجازه استفاده از حریم هوایی و پایگاه‌های خود برای انجام رزمایش را داده است. وی هشدار داد دولت قبرس باید هوشیار باشد که باز کردن حریم هوایی و پایگاه‌های خود برای اسرائیل به منظور هدف قرار دادن لبنان به این معناست که دولت قبرس بخشی از این جنگ خواهد بود و مقاومت یعنی حزب الله هم به همان نسبت به آن برخورد خواهد کرد. رئیس جمهوری قبرس این اتهام را که کشورش در جنگ از طرف خاصی جانبداری می کند رد کرد. یسرائیل کاتز وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه در اشاره جدید به تهدید حسن نصرالله علیه قبرس گفت که باید ایران را قبل از اینکه دیر شود متوقف کرد. مصر و قطر که میانجی مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس هستند و یک مقام آمریکایی به روزنامه وال استریت جورنال گفتند که شمار اسرائیلی های ربوده شده به غزه که ممکن است هنوز زنده باشند به کمتر از 50 تن رسیده است. این در حالی است که خانواده های 116 گروگان اسرائیلی باقی مانده در دست حماس در روزهای جاری اقدامات اعتراضی خود را با هدف تشدید فشار بر دولت جهت معامله با گروه حماس گسترش دادند. در پی امضای توافقنامه مشارکت جامع راهبردی میان کره شمالی و روسیه در جریان سفر ولادیمیر پوتین به پیونگیان، دبیرکل ناتو گفت که این پیمان نشان حمایت متقابل قدرت‌های مستبد از یکدیگر است. ینس استولتنبرگ روز چهارشنبه در اتاوا گفت پیمان امضا شده بین رهبران روسیه و کره شمالی حاکی از همسویی فزاینده میان حکومت‌های اقتدارگر و تأکیدی بر اهمیت وجود جبهه متحد حکومت‌های دموکراتیک در مقابل مستبدین است. و یفسود باید آگاه باشیم که رژیم‌های تمامیت‌خواه بیش از گذشته در حال همسویی هستند و اکنون به گونه‌ای از یکدیگر حمایت می‌کنند که تا پیش از این شاهد آن نبودیم. وقتی همسویی رژیم‌های تمامیت‌خواه بیشتر می‌شود، رژیم‌های مانند کره شمالی، چین، ایران و روسیه، ما هم باید به عنوان کشورهای معتقد به آزادی و دموکراسی همسو باشیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از بازدید از کره شمالی و دیدار با رهبر آن کیم جونگ آن بامداد پنجشنبه وارد ویتنام شد تا با رهبران این کشور دیدار کند. کارشناسان میگویند که سفرهای اخیر پوتین به شرق آسیا برای نشان دادن این است که تلاش‌های غرب برای منزوی کردن روسیه کارساز نبوده است. به گزارش رویترز، پوتین در مقاله‌ای که به مناسبت سفر خود به ویتنام در روزنامه نیاندان متعلق به حزب کمونیست این کشور منتشر کرد، از این کشور برای پیش گرفتن روش عملگرایانه برای حل بحران اوکراین تقدیر کرد. سیاست رسمی ویتنام در قبال روابط بین الملل بی‌طرفی است که آن را دیپلماسی بامبویی می‌نامند. این کشور از محکومیت حمله روسیه به اوکراین خودداری کرده که موضعی است که کشورهای غربی بسیار نزدیک به کرملین می‌دانند.
اعضای دائمی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل به توافق رسیدند که 14 بسته جامع و شدید تحریمی علیه روسیه را تصویب کنند. هدف اصلی این بسته جدید بستن روزنه‌های تحریم‌های قبلی و جلوگیری از دور زدن آنهاست. با این حال تحت فشار آلمان از شدت این متن کاسته شده است. علاوه بر این به گفته دیپلمات‌ها نقل و انتقال گاز طبیعی مایع روسیه در سراسر اروپا برای اولین بار محدود خواهد شد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از دستیابی به این توافق استقبال کرد و در شبکه اکس نوشت این توافق دسترسی روسیه به فناوری‌های کلیدی را مشکل کرده و درآمد حاصل از انرژی این کشور را کاهش می‌دهد. در تلاش روسیه برای ایجاد اختلاف بین اوکراین و اولین متحدش ایالات متحده، مسکو اطلاعات جدیدی را فاش کرد. اطلاعات روسیه مدعی شد که کاخ سفید به زودی پروژه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را خواهد بست، زیرا دیگر هیچ سودی ندارد. خبرگزاری تاس روز پنجشنبه در گزارشی از دفتر مطبوعاتی خود اشاره کرد که واشنگتن زلنسکی را که دوره ریاست جمهوری او در ماه می گذشته به پایان رسیده به نفع فرد مناسب تری کنار می گذارد. اطلاعات روسیه علاوه بر این مدعی شد که آمریکا والری زالوژنی فرمانده سابق ارتش اوکراین را به عنوان جایگزین زلنسکی در نظر دارد. ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که یک پایگاه عملیات زمینی و یک مرکز فرماندهی وابسته به شبه نظامیان حوثی را منهدم کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام منتشر کرد، نیروهای آمریکایی همچنین دو پهپاد متعلق به حوثی‌ها را در دریای سرخ منهدم کردند. روز چهارشنبه در حالی که آمار تلفات مراسم حج امسال که در گرمای طاقت فرسا برگزار شد از 1000 تن گذشت، دوستان و بستگان حجاج مفقود شده در بیمارستان‌ها و در فضای مجازی به جستجوی آنها پرداختند. نگرانی بستگان بعد از رسیدن دمای هوا به 51.8 درجه سانتیگراد در مکه در روز دوشنبه افزایش یافت. حدود 1.8 میلیون تن از سراسر جهان که بسیاری از آنها مسن و ناتوان بودند در این مراسم چند روزه شرکت کردند. این مراسم عمدتاً در فضای باز و در گرمای شدید تابستان عربستان برگزار شد. یک دیپلمات عرب اعلام کرد که تعداد جانباختگان مصری به تنهایی به حداقل 600 تن رسیده که نسبت به روز قبل افزایش چشمگیری داشته است. علت اصلی این افزایش گرمای طاقت پرسا بوده است. بینندگان ارجمند بعد از چند پیام بازرگانی درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا بهمون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم،
کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. در کلینیک استوکهلم دیسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفاف سازی و جوان سازی صورت، بوتاکس های درمانی، آزمون سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکالم دسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها رو دنبال میکنیم. مراسم جشن جونتینگ در کالیفرنیا شامگاه چهارشنبه با تیراندازی به خشونت کشیده شد. به گزارش نیویورک پست، در جریان تیراندازی در این جشن که با حضور بیش از 5000 شهروند آمریکایی در شهر اوکلند کالیفرنیا برگزار شد، چند تن با اصابت گلوله زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پلیس اوکلند در بیانیه اعلام کرد که حداقل یک فرد به دلیل درگیری با یک افسر پلیس بازداشت شده و هنوز فرد یا گروهی به اتهام تیراندازی دستگیر نشده است. مردم ایالات متحده آمریکا هر سال روز 19 جون یا جون تینت را به مناسبت سالگرد صدور اعلامیه آزادی بردگان به دست ابراهام لینکلن جشن می‌گیرند. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نتایج یک نظرسنجی با شرکت 75 هزار تن از سراسر جهان را منتشر کرد که نشان می‌دهد نگرانی شهروندان نسبت به تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین هیچگاه تا به این اندازه شدید نبوده است. این نظرسنجی با همکاری مشترک برنامه توسعه سازمان ملل متحد، دانشگاه آکسفورد و مؤسسه جیوپول انجام شده و برای تهیه آن از طریق تماس‌های تلفنی تصادفی با شهروندان 77 کشور 15 سوال مطرح شده است. کشورهای منتخب برای این نظرسنجی 87% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. یافته کلیدی این نظرسنجی این بود که 80% از پاسخ دهندگان گفتند که کشورشان باید تلاش برای مبارزه با گرمایش جهانی را شدت ببخشد. 86% هم معتقد بودند که کشورها و دولت‌ها باید برای تقویت همکاری در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی، اختلافات و درگیری‌های سیاسی را کنار بگذارند. دو تن از فعالان محیط زیست با ورود به فرودگاهی در بریتانیا که هواپیمای شخصی لوکس تیلر سویفت ستاره موسیقی پاپ در آن قرار داشت، روی آن اسپری نارنجی رنگ پاشیدند. پلیس این دو زن 22 و 28 ساله را دستگیر کرده است. این افراد که جزو گروه جاست استاپ اویل به معنی تولید نفت را متوقف کنید هستند، در بیانیه این اقدام را تایید کردند. تیلر سویفت سال‌هاست که به دلیل استفاده از جت‌های خصوصی مورد انتقاد فعالان محیط زیست قرار دارد. در سال 2022 به عنوان یکی از بدترین متخلفان انتشار گاز دی‌اکسید کربن به دلیل استفاده از جت خصوصی در میان افراد مشهور معرفی شد.
به گزارش شرکت یارد، جت او 170 بار در سال 2022 پرواز کرد که مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای در آن سال به 8293.54 تن رسید. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.